با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، با ویژه برنامه پانوراما در خدمت شما عزیزان هستیم. در پانوراما میکوشیم فارغ از هر جریان فکری، سیاسی، حزبی و حتی مذهبی شما را با حقایق روز ایران و جهان آشنا کنیم. این برنامه را در حالی تقدیم شما میکنیم که در اقدامی انتقام جویانه سه زندانی سیاسی بلوچ روز دوشنبه 12 شهریور ماه سال جاری، یعنی سال 97 اعدام شدن. این اعدام ها پس از یک درگیری که میان یکی از گروه های مسلح اپوزیسیون بلوچ با نیروهای امنیتی بر حال اتفاق افتاد صورت گرفت و در بلوچستان متاسفانه اعدام هایی به این شکل رو ما شاهد بودیم. در سال 92 هم متاسفانه باز 16 زندانی بلوچ اعدام شدن که باز هم اون به همین دلیل بود و کلن سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران که تحت تأثیر و زیر نظر مستقیم وزارت اطلاعات و سپاه پاسدارانه از این حکمها رو زیاد صادر کرده. هر کسی اگر یک بار فقط پاش به بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان افتاده باشه، چیزهایی رو که نکرده و انجام نداده باید اعتراف کنه و تمام زندانیان سیاسی بلوچی که در این سالها در بدترین شرایط ممکن در این بازداشتگاه ها بودن متاسفانه وادار شدند به خاطر شکنجه هایی که شدند به کارهایی که هیچگاه شاید اصلا در اون تاریخ ها در اون منطقه هم نبودن یا اصلا ارتباطی با این جریانات نداشتن، اما خب زیر شکنجه و فشار مجبور شدن اعتراف کنن و روی همین اعتراف ها اونها رو اعدام کردن و در کمال وقاحت هم داستان زاهدان میاد اعلام میکنه که بله ما این افراد رو در پاسخ به اقدام اونچه که تروریستی نامیده ما این اعدام ها رو انجام میدیم، در صورتی که واقعیت امر اینه که این افراد زیر شکنجه و تحت شرایط خیلی وحشتناکی وادار شدن که یک سری اعتراف هایی رو بکنن و بعد هم قاضی هایی که باز مال وزارت اطلاعاتن حکم هایی که میبینیم و شاهد جسیم رو صادر میکنن. یکی از افرادی که شاید بگیم ماهای طولانی رو در سلول های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات گذروند امشب و امروز مهمان برنامه ماست. جزئیاتی رو که شما در این برنامه میشنوید شاید در هیچ برنامه دیگری قبلا نشنیده باشید و یا ندیده باشید که در بازداشتگاهی که حکومتش خودش رو حکومت عدل علی و خودش رو جمهوری اسلامی ایران نامیده اتفاق بیفته. بیشتر از این شما رو منتظر نمیذارم. مهمون گرامی برنامه، اگر صدای بنده رو دارید سلام دارم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما استاد گرامی. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. اگر لطف کنید خودتون رو برای بینندگان عزیز ما معرفی بفرمایید ممنون میشم. سلام باشید استاد. من امام الدین ملازایی هستم، فرزند عبدالمجید از شهرستان سرباز. دوست دارم در مورد تاریخ بازداشت شما، چه تاریخی شما بازداشت شدید و اصلا علت بازداشت و دستگیری شما چی بود، کجا بازداشت شدید، چجوری شما رو بازداشت کردن، اینها رو مقدمتا بفرمایید تا انشالله برسیم به مراحل بازجویی و جزئیاتی که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان اتفاق میفته. بله، بنده در تاریخ 12/12/1388 بعد از اقامه نماز عصر از محل سکونتم شهرستان سرباز روستای امزا به وسیله مامورین اداره اطلاعات که با نسبت تحصیل بدون بشم دادن حکم دستگیری و با خودروهای شخصی بنده را دستگیر کردند. بله. و مثلا بلا فاصله بعد از دستگیری بنده را به وزارت به بازداشتگاه وزارت اطلاعات شهرستان زاهدان منتقل کردند. خب علت بازداشتتون چی بود؟ شما مشغول چه کارهایی بودید؟ چه کار میکردید؟ شاید این سوال برای خیلی از بیننده های ما پیش بیاد، میگه چرا اطلاعات نمیاد منو بگیره؟ حتما شما کاری کردید که شما رو بازداشت کرده. آیا شما مشغول فعالیت هایی بودید که اطلاعات شما رو بازداشت کرد یا نه؟ بله استاد، والا
وقتی که منو دستگیر کردم، این هم برای خود من جای سوال بود. من بله اول فکر میکردم که بنده رو اشتباهاً دستگیر کردن، تا اینکه منو انتقال کردم به بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان. اونجا به هر حال در دقایق اولیه ورود به وزارت اطلاعات بدون تفهیم اتهام بنده رو شروع به شکنجه های شدید جسمی قرار دادن، بله که اطلاع در اونجا از من سوال کردن که درست من سوال کردم که جور من چیه، من رو برای چی گرفتیم. بهم گفتن که شما شاکی خصوصی دارید بله و تقریبا 13 ماه در تک لوله های بازداشتگاه وزارت اطلاعات بنده اونجا در حبس بودم. هیچ گونه تماسی، هیچ گونه ملاقاتی با خانواده ام نداشتم و در این مدت کلان بلا تکلیف بودم. خب زمان بازداشت برخورد مامورا با شما چگونه بود؟ آیا به قول معروف محترمانه شما را بازداشت کردن، شما را دستبند زدن، یا اینکه نه با ضرب و شتم و برخورد خشن بود؟ از همان دقایق اولیه که بنده رو به حال بازداشت کردن با رفتار غیر انسانی، با شکنجه، با تهدید و به حال به توهین به مقدسات اهل سنت ما بسیار با این مأمور مواجه شدیم. وقتی که به بازداشتگاه اداره اطلاعات که رفتیم، اونجا هم در این مدت 13 ماهی که من اونجا مأمور ملاقات و در تک سلول بودم، به شدت تحت شدیدترین شکنجه ها قرار داشتم. همانطوری که شما خودتون شاید مستحضر باشید، یک شکنجه به نام تخت معجزه هست اونجا که بنده در این مدت، من یادم هست تقریبا شب دوم بود فکر کنم، بنده رو 3 مرتبه سر روی این تخت معجزه قرار داشتم. بله. و ضرباتی رو به کف پای انسان اونجا میدادن که کلن گوشت و پوست از کف پا کنده میشد و تقریبا خون کل تخت معجزه رو فرا میگرفت. و شکنجه های خیلی وحشتناک دیگری هم مثل آویزان کردن، مثل شوکرهای برقی، مثل با مشت و لگت و لوله سبز و اینا. در طول این مثلا مدت 13 ماه ما حتی یک دقیقه همونجا آسایش رو مثلا نداشتیم. کلا یا اینکه بیشتر تحت شکنجه های روحی بودیم و تقریبا شکنجه های جسمی شدیدی هم اونجا قرار داشتیم. و در طول مورد 13 ماه، یعنی ما همش دید شکنجه های جسمی و روحی بود. و هم روحی قرار داشتیم. خب دقیقاً چی از شما میخواستن؟ میخواستن شما اعتراف به چیزی بکنید، یا اونطوری که شما فرمودید گفتن شاکی خصوصی دارید، آیا واقعاً شاکی خصوصی در کار بود یا نه؟ اول گفتن که شما شاکی خصوصی دارید. بله. من خودم تعجب کردم که من نه اینکه به یکی بدهکارم، نه اینکه کار خلافی انجام دادم و اینکه مرتکب کاری باشم کسی از من شکایت بکنه. برحال من بعد از مدتی که من بعد از پنج سال که در حالت بلاتکتیفی کلان قرار داشتم، خود تشخیص دادگاه این بود که من تبرئه شدم. بله. و به اون اتهامی که منو گرفته بودن، من به اصطلاح تبرئه شدم. اما در این وسط، در این 13 ماهی که من در اداره اطلاعات قرار داشتم، به شدت تحت شکنجه قرار گرفتم و مدت 4 سالی هم که در زندان مرکزی زاهدان بودیم، اونجا هم تحت شکنجه های روحی بودیم. برای تماس های ما کلا کنترل بود و در هر 3 ماه 4 ماه در حد یک هفته 10 روز 15 روز ما رو مجددا به وزارت اطلاعات می بردن و تحت شکنجه و فشارهای روحی و اینکه چرا شما در دادگاه این اتهامی که ما به شما وارد کردیم شما چرا قبول نمی کنید. من گفتم والا من که کاری نکردم، شما مدرک بیارید، دلیل بیارید. اون شخصی که شما گفتید از من شاکی هستن، که این ایشون خودشون مثلا اومدن اشتباه خطشون رو توی اونم محضری به دادگاه ارائه دادن. اما چی بود؟ اگر لطف کنید آقای ملاذعی، داستان این شاکی خصوصی رو بیشتر برای ما توضیح بدید. جریان چی بود؟ نکته ابهامی در موضوع باقی نمونه برای ما. دقیقاً آیا واقعا کسی از شما شکایت کرده بود و جریان این شکایت چی بود و سر چی بود قضیه؟
جریان شبکه خصوصی از این قرار بود که یکی به مثلا منو به اتهام گروگانگیری بله مثلا گرفته بودن بله و بعدها من از شاکی که سوال کردم خودم یعنی سوال کردن گفتم که من برای اون شاکی یک بار در شهرستان سرباز به گروگان برده شده بود بله و ایشون هم در دادگاه برای شکایت کرده بود و در قوه قضاییه و قوه قضاییه پیگیر مسئلهش بود. وقتی که منو گرفتن به ایشون تماس میگیرن که ما برحال کسی که شما رو به گروگان برده ما ایشون رو دستگیر کردیم و ایشون هم و شما بیایید از ایشون شاکی بشید. خودم اومده بود شاکی شده بود بعد از دستگیری من ایشون مثلا اومده بود شاکی شده بود. بعدم از در چند جلسه دادگاهی که من از بازداشتگاه وزارت اطلاعات منو بردن من اونجا برحال از خودم دفاع کردم. شاکی هم اونجا حضور داشت و شاکی متوجه بود که من برحال با زور و اجبار از روی شکنجه از من اثر انگشت گرفته بودن. من هیچ چیزی رو در دادگاه قبول نکردم و واقعا بیگناه بودم و شاکی هم برحال متوجه شد و ایشون هم اومدن اشتباه خط دادن، نه اینکه رضایت بدن بلکه اشتباه خط دادن و باز هم همچنان پرونده من بلا تکلیف بود در طول مدت 5 سال. مامورایی که شما بازجویی میکردن یک نفر خاص بود یا اینکه عوض میشدن؟ تعداد مامورا چقدر بود و کسایی که شما را شکنجه میدادن آیا همون مامورهای بازجو بودن یا متفاوت بود؟ در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تقریبا در از شیفتی هستش. مثلا هر 24 ساعت از ساعت 7 صبح تا 7 صبح بعد بله شیفت عوض میشه. بله. اونجا خدمتکارانی هستن که به هر حال غذا و آب میارن به مردم میدن. شکنجهگرا بیشتر همیا بودن. بله. و اونجا در بازداشتگاه وزارت اطلاعات همشون رو حاج داوود صدا میکردن و اونجا در سه مرحله مثلا 3 شیفت بودش. بله. و در هر شیفتی که برای بازجویی متهم رو میبردن و شکنجه میکردن بازجوها بودن اونجا، حتی بازجو بود اونجا و یک پزشکی هم بود. مثلا من یه شب یادم هست که 3 مرحله بنده رو روی تخت معجزه بردن و کف پای آدم اول کلن انسان رو روی تخت به شکم میخوابونن و کف پای انسان رو به اندازه‌ای میزنن که کلن کف پا کبود میشه، ورم میکنه بر اثر ضربات پیاپی به کف پا، گوشت کف پا کلن از هم میپکه و تقریبا طوری هستش که چندین ماه انسان نمیتونه پاهاشو به زمین بذاره، نه اینکه بتونه راه بره. و اونجا هم برحال یک شخصی هست، یک شخصی به اسم حاج داود، اونجا همشون اسمشون حاج داود است ولی یه شخص خاصی هست که صدای کلوفتی داره. بیشترین شکنجه ها رو در وزارت اطلاعات از همون اوائل انقلاب تا الان تویی که برحال ما شنیدیم ایشون دارن انجام میدن. از صدا یا لهجهشون مشخص نمیشد که اینا مشخصتاً کجایی هستن، بلوچ بودن، بلوچ نبودن، کجایی بودن این افراد؟ مشخص شد برای شما؟ بله، دونم استاد، من یک خاطره هستش که شبی که من در تحت برحال شدیدترین شکنجه ها قرار داشتم. بله. من برحال اونجا دیدم که من یادم هست از غروب آفتاب منو بردن در اتاق شکنجه تخت معجزه تا اذان صبح. بله. تا اذان صبح من کلا اونجا در اتاق شکنجه بودم، تحت شدیدترین شکنجه های تخت معجزه و شوکرهای برقی و آویزان و اینا من قرار داشتم که با زور باید من اعتراف میکردم که من مرتکب گروگانگیری شدم. بله. من یادم هست که من خیلی خسته بودم، درمانده بودم، خودم رو به بیهوشی زدم، خودم رو انداختم. وقتی من خودم رو انداختم یکی اومد دو سه تا مشت خیلی محکم به شکمم زد و بعد گفت که نه بیهوش شده. بعد همین شخصی که من الان تعریف میکردم صدای کلوفی داره بیشتر شکنجه هستش ایشونو صدا کردن. گفتن که آقای جهانتیر فکر کنم بیهوش شده.
برش دار. بله بعد و اونجا کلا لهجه زابلی رو با هم دیگه صحبت صحبت میکردن، یعنی وقتی که من اونجا خودم به بیهوشی دادم کلا لهجهشون از اون لهجه فارسی که در جلوی متهم صحبت میکنن کلا عوض شد، و یعنی اینا مطمئن بودن که من بیهوش شدم. با لهجه زابلی یک مقدار دستپاچه شدن و خلاصه منو برداشتن، و بعد اون شخص رو خطاب کرد که آقای جهانتیر، و من هم در مدت 13 ماهی که اونجا بودم همیشه از پشت در یواشکی گوش میکردیم، در جایی که به هر حال اینا جای نشستنشون بود ما میشنیدیم که کلا بین خودشون دارن با لهجه کلا زابلی اونجا صحبت میکنن. شما در این 13 ماه دسترسی به وکیل یا دسترسی به تلفن داشتید؟ تونستید با خانواده ارتباط برقرار کنید؟ تونستید وکیلی رو برای خودتون اختیار کنید یا نه؟ اصلا من در طول مدت 13 ماه از همون لحظه ای که بنده رو دستگیر کرده بودن خانواده هم بیخبر بودن، من اصلا ممنوع تلفن بودم، ممنوع ملاقات بودم، هیچ گونه ملاقاتی من در این 13 ماه نداشتم و برای تلفن کردن به ما اجازه هم نمیدادن. وقتی که ما در میزدیم که برحال ما میخواییم به خانواده ایمون صحبت میکنیم، ما مورد شکنجه های شدید و خیلی وحشیانه قرار میدادن. خانواده شما در این مدت نمیدونستن که شما در بازداشت وزارت اطلاعات هستید؟ خانواده ما بارها به دادگستری زاهدان مراجعه کرده بودن، به جاهای دیگه، به دادگستری سرباز، به دادگستری ایرانشهر، به دادگستری زاهدان مراجعه کرده بودن، اما کسی جوابگو و پاسخگو نبود. به هر حال با حرفای این که ما پیگیری میکنیم دست ما نیستش، ما خبر نداریم، از اینجور حرف جواب خانواده ما میدادن. بله، خب بعد از 13 ماه شما بازداشت در وزارت اطلاعات و شکنجه های مختلفی که فرمودید، شما را به زندان مرکزی زاهدان منتقل می کنند. چند مدت در زندان مرکزی زاهدان بودید؟ بنده بعد از اینکه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات به زندان مرکزی زاهدان منتقل شدم، اونجا تقریبا 4 سال بودن. از 4 سال فکر کنم یه ماه فکر کنم کمترش، من نزدیک به 4 سال در زندان مرکزی زاهدان بودم. اونجا که رفتیم به حال تلفن بود، شما اونجا تماس می گرفتیم، اما محدودیتی های خاصی بود اونجا. بله. مثلا در بند امنیتی که ما قرار داشتیم اونجا تلفن ها از بندهای دیگر خیلی هم وقت های تلفن کمتر بود، و همیشه کسانی که زندانی های سیاسی و زندانی های امنیتی اونجا در شرایط خاصی قرار داشتن، خیلی مثلا از لحاظ خوراک، از لحاظ تلفن، از لحاظ اصلا از بند اجازه بیرون رفتن رو نداشتن. من 4 سال بودم اونجا، کلا فکر کنم یه بار یا اینکه دو بار ما رو با زور به اجبار ما رو به کلاس های عقیدتی اهل تشیع ما رو اونجا می بردن، که یه شیخ مثلا اونجا می اومد و از عقاید اهل تشیع صحبت میکردن، و الا زندانیان سیاسی و امنیتی بند 3 که قبلا بند 5 بود اصلا اجازه بیرون رفتن رو نداشتن. خب آقای ملازه، یکم باز برگردیم به بازداشتگاه اطلاعات زاهدان، چون من خودم متاسفانه دو بار تجربه اون بازداشتگاه رو دارم. 24 ساعته برق بازداشتگاه روشن بود، و در این مورد هم اگر توضیحاتی لازمه بفرمایید، وضعیت چجوری بود؟ وضعیت هواخوری، شما را آیا به هواخوری می بردن یا نه؟ در اون سلولایی که بنده بودم تقریبا چند ماه اول، بنده در یک سلول تقریبا 1.5 در 2 بود. بله، شاید تقریبا سلول به مقدار 1.5 در 2 بود، که یک سنگ دستشویی اونجا قرار داشت و یک شیر آب بود. طوری بود که وقتی در باز میکردن انسان باید بلند میشد و میستاد، و شب که من میخواستم بخوابم باید پاهم روی سنگ سرویس قرار میداشت، و خلاصه راحت، یعنی طوری نبود که انسان راحت بتونه دراز بکشه. و لامپش هم اونجا کلن روشن بود، خیلی هم روشن بود. من در مدت 13 ماه کلن لامپای خیلی قوی بودن،
روشن بودن. و یک سوال دیگه پرسید، من از ذهنم رفت. بله، وضعیت هواخوری آیا شما را به هواخوری می بردن یا نه؟ وضعیت هواخوری طوری بود که اون ماهای اول که بنده بر اثر ضربات تخت معجزه کلن حتی نمیتونستم پاهامو کف پاهامو به زمین بذارم. بله. بنده در مدت چندین ماه کلن داخل یک اتاق خیلی کوچکی بودم. گاه موقع یکی از زندانیاری که بسا ناشناس بود، من حقیقتا ایشونو نمیشناختم و از روی دوربین هم چک میکردن که هیچ گونه صحبتی با ما نداشته باشن. بله. در حد این که بیاد مثلا دو قاشق سه قاشق غذا به ما بده و خلاصه یک لیوان آب توی دهن ما بداره، چون که دستای من، پاهای من، کل بدن من بر اثر شکنجه کلان از کار افتاده بود. من در چندین مدت، در چندین ماه، در چهار ماه اول به این شکل بود، اصلا هواخوری وجود نداشت. بعد کم کم دیوارا رو بگرفتم، من رو داخل یک هواخوری راهنمایی میکردن که تقریبا 3 در 4 بود. بله. 3 در 4 بود، گاهی موقع یک هواخوری 6 در 4 بود. به این شکل کلن سقفش کلن حصار داشت، مثل یک قفس بود با دیوارای بلند با چند تا دوربین، و اونجا هم سقفش هم مثل یک قفس مانند بود. داخل خود سلول هم دوربین داشت؟ کلا آره، سرویس ها کلا چیز سلول ها کلا دوربین داشت. سلول هایی که مثلا ما بعد از چهار ماه که از اون سلول 1.5 در 2 که منو آوردن بیرون، در یک اتاق 2 در 3 بود، در یک اتاق 2 در 3 بود که تقریبا یک سنگ سرویس توالتی اونجا هم قرار داشت. بله. ما تو اون اتاق بودیم و به هر حال اونجا هم به هواخوری تقریبا نزدیکتر بود. هفته یا اینکه سر 10 روز 5 دقیقه 6 دقیقه تا اینکه 10 دقیقه گاهن که به هر حال به قول معروف حال میدادن، 15 دقیقه میداشتن که در هواخوری باشیم. بله. خب برگردیم دوباره به زندان. شما رو منتقل کردن به زندان، بعد از 4 سال شما آزاد شدید. تاریخ دقیق آزادی رو در خاطرتون هست؟ در خاطرتون؟ من بهمن ماه 93 آزاد شدم. دقیق من نمیدونم 27 بود، ولی در بهمن ماه 1393 بنده از زندان زاهدان آزاد شدم. تبرئه شدید یعنی؟ با قرار وثیقه 150 میلیون تومان. با قرار وثیقه آزاد شدید. بله. خب بعد از اینکه آزاد شدید چند مدت در بیرون بودید تا اینکه از کشور خارج شدید، و در اون مدت چه فعالیت های دیگه ای داشتید؟ بنده از بهمن ماه 1393 که از زندان زاهدان آزاد شدم، یک چند مدتی من بیرون بودم تا اینکه در 1995 بنده برای کار شخصی به شهرستان سراوان سفر کرده بودم. بله. در مسیر را با یکی از دوستانم همراه بودیم و رفتیم سراوان برای خرید چند دستگاه قالی‌شویی. بله. که بنده متوجه شدم، البته من همیشه این یک چیز عادی بود که وزارت اطلاعات هم تلفن منو هم رفت آمدای منو کلن تحت کنترل داشت و تحت تعقیب قرار داشتم. من همیشه به شهرستان چابهار، ایرانشهر، زاهدان، یعنی که سراوان می‌رفتم، می‌دیدم با چشم خودم که وزارت اطلاعات بنده رو دارن تعقیب می‌کنن. و اون روزی که من رفتم به سراوان، خودم دیدم که با یک ماشین خودرو 405 نقره‌ای پلاک 85 بنده رو دارن تعقیب می‌کنن. این چیز عادی بود برای من. بله. تا اینکه غروب اون روز در داخل شهر سراوان بنده رو ترور کردن، و در اون ترور به هر حال یکی از همراهانم خلیل جهاندیده به شهادت رسیدن. و در اصل برنامه چند نفر بودید آقای ملازی؟ شما چند نفر بودید؟ داخل چه ماشینی بودید؟ بیشتر در این مورد اگر توضیح بدید، نحوه ترورتون چجوری بود؟ بله،
من با دوست خودم آقای یعقوب جهانی بله تقریبا از نماز مغرب، ما نماز مغرب رو در مسجد نور سلامان خوندیم و از مسجد اومدیم بیرون. ما فقط همین دو نفر بودیم. دم مسجد که ما رسیدیم، دو تا از اقوام و آشناهای همراه من، همون مثلا یعقوب جهانی، بله از مسجد اینا هم اومدن بیرون تا اینکه با هم دیگه سلام علیک کردین و خلاصه دوستم منو پیش اونا معرفی کرد. ما اولین باری بود که همدیگه رو دیده بودیم. بله تا اینکه گفتن شما این چه کار میکنیم، من گفتم ما برای کار شخصی اومدیم، الان کارمون تموم شده، ما هم میخوایم بریم به حال سوران و از سوران من میخوام برم سرباز. گفتم ما هم اونجا برای کار اداری از صبح تا حالا مثلا بودیم و کار ما هم تموم شده، ما هم داریم بریم. بعد گفتیم که بعد اونا گفتن خلیل جانیده گفت که پس ما هم دیگه همراه میشیم. ما گفتیم که ایرادی نداره. خلاصه من با اتومبیل شخصی خودم از جلو بودم با همراه خودم یعقوب جهانی، خلیل جهانیده و یک نفر دیگه اینا از پشتر ما حرکت میکردن. ما به یه خیابان یا اینکه دو خیابان از جایی که نماز خونه بودیم جلوتر که رفتیم، به یک شکل عجیبی، به یک شکل اصلا غیر منتظره ای، یه خواب سنگین و عمیقی روی من به حال غلبه کرد و هم به من هم به همراه من حافظ یعقوب جهان دیده. بله. حافظ یعقوب جهانی. بله. دوستانی که از پشت ما بودن، از دم مسجد با ما همراه شدن، اینا متوجه شدن که ما داریم خیلی اینجوری کج و کوله میریم و خلاصه اینا هم از ترس اینکه ما با اتومبیل دیگری تصادف نکنیم، اینا سر یک دست انداز اینا اومدن از ما سوال کردن چی شده، شما چرا اینجوری کج و کوله میرید و خلاصه. ما گفتیم که والا نمیدونیم، من دچار یک خواب خیلی سنگینی شدم. بعد گفتن که اتومبیل رو بدید به همراهتون. من گفتم که همراه من از من برتر هستش. ایشون هم در یک لحظه، در یک آن هر دو مثل هم بودیم، تا اینکه خلیل جهان دیده بنده خدا خودشون از ماشین پیاده شدن، بغل دست ماشین عقبی بودن پیاده شدن و خلاصه اینا اومدن تقریبا بعد از اذان مغرب بود، بعد از نماز مغرب هوا یک مقدار تاریک شده بود و از اینکه خیابان‌های سراوان یک مقدار تاریک هستش، اینا جابجایی بنده رو با خلیل جهان دیده متوجه نشده بودن که ما به حال جابجا شدیم. بله. خلیل جهاندیده اومد پشت فرمان اتومبیل شخصی من نشست، من رفتم در صندلی عقب ماشین عقبی اونجا خوابیدم. بله. تا اینکه اینا چند متر وقتی که جلوتر رفتن، مامورین لباس شخصی وزارت اطلاعات قصد داشتن منو به شکل یک ناشناس نامحسوس ترور بکنند و خلاصه کسی زد و کی زد و کی نزد اصلا مشخص نشه، تا اینکه ماشین منو به رگبار میبندند در همون صحنه 31 گلوله به خلیل جهان دیده اصابت میکنه. به گفته حافظ یعقوب جهانی که عموی خلیل جهان دیده هستش، ایشون میگه که وقتی که هدف گلوله های لباس شخصی ها قرار گرفتین، اینا در ظرف یک دقیقه تا دو دقیقه فقط ماشین رو به گلوله میبستن، تا اینکه از نزدیک اومدن راننده رو تیر خلاصی در سر زدن و با خنده در رو باز کردن. وقتی که در رو باز کردن، موهای راننده، سر راننده از برحال روی فرمان افتاده بود، سرشو بالا گرفتن، یک مقدار دست پاچه شدن، با همدیگه گفتن که اون نیست، ما اشتباهی زدیم. بعد یعقوب جهانی هم که اونجا تقریبا پاش هم زخمی شده بود، به پاش دو تا تیر به شکل روپوسی خورده بود و ایشونو میگن اونجا خیلی اذیت میگن، میگن که اماد کجا هستش. ما اتفاقا من که رفتم سوار ماشین عقبی شدم، اون راننده مثل اینکه گوشیشون در یک تعمیرگاه موبایل اونجا داده بود در همون مسیر. من اونجا پشت صندلی خواب بودم تا اینکه راننده وامیسته که بره همون گوشی رو بیاره. تقریبا 4 دقیقه تا اینکه 5 دقیقه ما تاخیر داشتیم. بعد مامورین از یعقوب جهانی سوال میکنند که اماد کجا هستش.
ایشون میگه که من عماد رو نمیشناستم. میگه پدر سوخته، شما صبح دم فلان خودپرداز بودید، نمیدونم دم شهرداری با هم بودید، نمیدونم داخل فلان بانک رفتید و نماز مغربتون رو در مسجد نور خوندید. میگه من عماد رو نمیشناسم. ایشون مورد ضرب شتم شدید قرار میدن. ایشون میگه که به هر حال سوار اتومبیل عقبی هستند. بعد اینا بیسیم میکنن که مثل اینکه اون اتومبیل هم که ما اونجا سلام علیک کرده بودیم تحت تعقیب قرار داشت. بعد اون اتومبیل رو هم چیز میکنن میرن. بعد من که اونجا خواب بودم از چیزی متوجه نبودم، تا اینکه راننده به یک تعمیرگاه به اصطلاح موبایل اونجا تشریف داشتن، میرن اونجا ایشون رو میگیرن و از و ایشون رو تقریبا مورد شکنجه قرار میدن و ازشون میپرسن که عماد کجا هستش. بعد ایشون از دستش مثل اینکه فرار میکنه. یک تقریبا 10-12 قدمی که از دستشون فرار میکنه، بعد اینا تیر هوایی زدن. من یک مقدار صدای تیرا به گوشم خورد، ولی از بس که خواب سنگین من از بس که خواب سنگین روم غلبه کرده بود زیاد متوجه نشدم، تا اینکه دوباره ایشونو میگیرن مورد ضرب شتم قرار میدن. میگن که فلانی کجا هستش، میگن که داخل ماشین خوابه. بعد من اونجایی که خواب بودم دیدم که چند ضربه کنداغ اسلحه به چشمم خورد. چشم من هم در اون بازداشت اولیه سال 1388 اونجا بر اثر ضربات استخوان چشمم شکسته بود. مجددا در اینجا هم با همون ضربات من مجدد دوباره استخوان چشمم شکست و خلاصه خون تمام لباسم رو فرا گرفت. بله. من صدا کردم شما که هستید، جریان چیه؟ تا اینکه با همدیگه حلقاوی شدیم و با همدیگه درگیر شدیم اونجا. بعد من متوجه نبودم، مثل اینکه دیدم که تقریبا 200 نفر از اهالی اون منطقه جمع شدن، از مردم منطقه در اون خیابان جمع شدن و یه نفر صدا زد، گفتن که حاجی ولش کنید پدر سوخته رو بزنید. با چند تا فوش خیلی رکیکی دیگه گفتن که پدر سوخته رو بزنید. بعد من متوجه شدم که صدای گلنگدن اومد. من خودم یک جدولی بود، پشت همون جدول انداختم و دیگه اینا تا جایی که توان داشتن به طرف من گلوله برتاب کردن. بله. من رو بعد به رگبار بستن. بعد اون جدولی که بود بر اثر گلوله ها کلن از همدیگه پکوید. من تقریبا سینخیز یک مقدار خودم رو کشیدم. اینم تقریبا صحنه دومی بود که به شکل عجیبی من برای جان سالم به در بردم، تا اینکه از همون ضرباتی که از کنداغ اسلحه به ناحیه چشم خورده بود لباسم کلا خونی بود. اینا فکر کردن که ما تیر خوردیم، تا اینکه ما رو اونجا برای گفتن که تیر خورده. من اونجا گرفتن داخل ماشین انداختن و بعد به اداره اطلاعات سراوان منتقل کردن. بعد اونجا که ما رفتیم، من کلا توضیح بدم یعنی که سوال دیگه ای داریم؟ نه بفرمایید ادامه بدید. بله، ما رو که منتقل کردن به بازداشتگاه به اداره اطلاعات سراوان، ما رفتیم اونجا، چشمای ما رو بستن. یه مقدار خودشون ما از صدایشون از رفتارشون که ما چشمان و دستمان و پاهمان زده بودیم، ما متوجه شدم که اینا یک مقدار دستپاچه هستن. بعد دیدیم که صدای چند تا عکس اومد، مثل اینکه یک چیزی عکس بگیره، عکس اومد. ما هم دیگه متوجه چیزی نبودیم، تا اینکه ما رو به سلول انداختن و خلاصه از ما با زور اثر انگشت گرفتن. ما اصلا نفهمیدیم چه شد چی نشد، تا اینکه ما رو بردن دادگاه که رفتیم پیش بازپرس رفتیم. بازپرس گفت که شما مواد منفجره به همراه داشتید و مهمات جنگی به همراه داشتید، مگه این ملت چه کار کردن که میخوای این عملیات های به قول خودتون انتحاری انجام بدید؟ گفتیم کدوم مواد منفجره، کدوم مهمات، کدوم انتحاری، شما داری از چی میگید؟ من فلانی هستم، شاید پرونده من اشتباه شده. گفتن نه، مگه شما فلانی نیستید؟ فلان جا شما رو دستگیر نکردن؟ کل مشخصات گفت. گفتم بله. گفت پس چطور انکار میکنی؟ گفتم والا ما برای خرید چند دسته قالی‌شویی ما اینجا اومدیم و این چیزایی که شما میگید ما اصلا در جریان نیستیم. بعد هیچ توجهی به سوالات ما نکرد. مامورین وزارت اطلاعات هم همونجا که همراه ما بودن با چند تا حرفای خیلی بد و توهین‌آمیز
چشمان به چشمان با بستند و ما رو همینجوری به شکل خیلی توهین آمیز از اتاق بردن بیرون. بعد ما رفتیم اونجا در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به شدت مورد شکنجه قرار داشتیم و در اطلاعات سراوان آقای ملا زید، در اطلاعات سراوان این اتفاق افتاد، درسته؟ بله 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 بله، بفرمایید. بعد دیگه ما تقریبا یک مدت اونجا یک چند روزی دو سه روزی که اونجا بودیم، ما رو انتقال کردن به زاهدان و چند مدتی هم در زاهدان بودیم و اونجا به هر حال یک 17 روزی هم در زاهدان بودیم. مجددا ما رو دوباره برگرداندن در زندان سراوان و در زندان سراوان که ما رو بردن، ما در تک سلول انفرادی قرار داشتم، هم من هم همراه من. بله. تا اینکه ما رو روز چند روز بعدش پیش داستان سراوان بردن. داستان سراوان مجددا همون اتهامایی که ساختگی و سناریویی که درست کرده بودن برای ما گفتن. من گفتم که شما داستان هستید، به هر حال شما ادعای حکومت اسلامی میکنید و به هر حال از این حرفا، شما چرا میخواهید ما رو محکوم بکنید به کاری که ما مرتکب نشدیم؟ شما قصد ترور ما رو داشتید و الان دارید برای ما پروانه سازی میکنید. من این حرفایی که گفتم، ایشون هم خیلی با خیلی هم به شکل توهین آمیز سوالات منو جواب دادن، خیلی همجوری حرفای بد و رکیکی هم گفتن و منم باشون یک مقدار تند حرف دادم. بله. منم گفتم شما که خدا رو میشناسید، نه اینکه به هر حال دم از حکومت اسلامی میزنید و دم از دین و دیانت و قرآن و از ولایت دارید صحبت میکنید، شما ظالم هستید. شما من که قبلا شنیده بودم همینطور اتفاقاتی میفته، اما ما باور نکردیم، ولی الان من دارم با چشم خودم میبینم که چطور شما پرونده سازی میکنید، هدف شما از این کارا چی هست. من که مرتکب هیچ گونه، من که یک فرد عادی بودم در جامعه، کار به کار کسی من نداشتم، تا اینکه همون دفعه اولی که منو به اتهام گروگانگیری گرفته بودید و من هم تبرئه شدم و من از بعد از آزادیم از اداره اطلاعات انتقاد کرده بودم. و در پرانتز من یک چیزی رو بگم. بله. جناب کریمی، بفرمایید. اون بار اولی که من در سرباز دستگیر شده بودم به وسیله مامورین اداره اطلاعات شهرستان سرباز، با مامورین اداره اطلاعات زاهدان، اون موقع رئیس اداره اطلاعات سرباز شخصی به اسم، من اسمش الان فراموش کردم. بله. بفرمایید. من اسمش رو فراموش کردم. شخصی که رئیس اطلاعات سرباز بود، بعد از اینکه من از آزادیم از ایشون انتقاد کرده بودم و دو نفر از اون مامورین به اصطلاح از اون مخبرینی که من شناسایی کرده بودم و از اینا اعتراف گرفته بودم، اعتراف، نه اینکه اعتراف اجباری با زور. بله. یعنی خودشون پیش من اقرار کردن، من همون اقرارنامه‌شون رو در جلوی شورا و در جلوی معتمدین و امام جمعه کلن مهر امضا کردن. ایشون اینا در اون چیز خودشون نوشته بودن که ما گزارش کذب بر علیه فلانی کرده بودیم و به هر حال رئیس اطلاعات وقت سرباز در سال 88 من از ایشون خیلی انتقاد کردم و حتی رسانه های مثل کمپین و رسانه دیگری که از من سوال میکردن، من این مظلومیت خودم رو میگفتن و چندین بار بعد از آزادی من رئیس اطلاعات سرباز منو در اداره اطلاعات سرباز احضار کردن و منو تهدید کردن. جالب اینجاست که موقعی که من در سراوان مورد ترور مامورین قرار داشتم، رئیس اداره اطلاعات سابق سرباز رئیس اداره اطلاعات سلاما شده بود. جالبه. آی ملازه، خب نتیجه پرونده سراوان چی شد؟ به کجا رسید آخرش؟ نتیجه نهایی پرونده سراوان تا اینکه اینا به ما اتهام حمل مواد منفجره اینا رو زده بودن، خانواده من یک مقدار دمندگی کردن و یک مقدار از دوستان من که زحمت کشیده بودن اینا دمندگی کردن
و یک کارشناسی رو از استان برای بررسی موضوع و اتومبیلی که سر تا سر گلوله خورده بود. مثلا در صندوق اتومبیل من چی در صندوق اتومبیل من به شاید بگم بیش از چند ده ها گلوله، شاید نزدیک به 100 تا گلوله به صندوق ماشین من خورده بود. بله. و اینا ادعا میکردن این محموله مواد منفجره و مهمات در صندوق قرار داشتن. این کارشناس به اصطلاح اومد و خلاصه گفت که اگر در این صندوق مهماتی بوده، اگر در این صندوق مواد منفجره آماده در به شکل مثلا آماده انفجار بوده، پس چطور این همه گلوله به این صندوق ماشین خورده و این مهمات منفجر نشدن، فلان نشدن؟ و از تحقیقات خودشون و از تحقیقاتی که دادگستری زاهدان انجام داده بود به این نتیجه رسیدن که به هر حال چیزایی که اداره اطلاعات داره ادعا میکنه در این اتومبیل به اصطلاح من به همراه نداشتم. تا اینکه در من اعتراض کردم، به 15 سال حکم دادن، من اعتراض کردم تا سه بار حکم من رفت به دادگاه تجدید نظر استان، اونجا من تبرئه شدم. اما داستانی سراوان و اداره اطلاعات سراوان مخالفت کردند تا اینکه بنده رو تبعید کردن به اردبیل. طوری هستش که اگر کسی رو بخوان تبعید بکنن به خارج از استان، باید به مرکز استان بریم و از مرکز استان دوباره منتقل کنن به اردبیل یا به اینکه جای دیگه. خانواده من و تعدادی از دوستانی که زحمت کشیده بودن، اینا به حال در دادگاه تجدید نظر رفته بودن، اینا اونجا پیگیر شده بودن که شما قاضی رأی بر تبرئه بودن فلانی داده بودید و مسئولین سلامان توجهی به رأی شما نکردن و الان فلانی رو آوردن در زندان زاهدان هستش. قرار هست که در همین چند روز به هر حال ایشون رو تبعید میکنن به اردبیل. تا اینکه منو از زندان احضار کردن به دادگاه، من رفتم اونجا، کل چیز رو اونجا توضیح دادم. قاضی که بودن اونجا به حرفای من گوش کردن، چیز دیگری هم نگفتن. تا اینکه منو فرستادن در زندان زاهدان، بعد از طرف رئیس زندان بهم ابلاغ شد از طرف مسئول به اصطلاح مددکاری بهم ابلاغ شد شما با 150 میلیون تومان وثیقه برای شما موافقت شده. تا اینکه به 150 میلیون تومان وثیقه من که گذاشتم، من آزاد کردم و یک ماه بعدش، تقریبا یک 25 روز بعدش، من یک دادگاه دیگه داشتم و در اون دادگاه من دوباره از خودم دفاع کردم. تا اینکه گفتن که ما رأی به شما ابلاغ میکنیم، تا اینکه ابلاغ کردن کلا شما از این اتهام کلا تبرئه شدید. خب آقای ملازی، الان از تمام اتهامات تبرئه شدید و این رو خدمت بینندگان عزیزم عرض کنم، این پرونده سازی ها از ابتدای سرکار اومدن نظام جمهوری اسلامی ایران بوده برای کردها، برای عربها، برای بلوچها و بهتره بگم برای هر کسی که مثل نظام ولایت فقیه فکر نکرده، این پرونده سازی ها رو درست کردن و شاید بگیم کاری به ملیت و مذهب و دین و آیینم نداشته و این یک قاعده کلیه. فقط کافیه مثل سردمداران نظام ولایت فقیه فکر نکنید تا برای شما این مشکلات پیش بیاد. خب الان شما تبرئه شدید، چرا از کشور خارج شدید؟ نمیتونستید در ایران بمونید و فعالیت‌های عادی خودتون رو مثل یک شهروند ادامه بدید؟ بله جناب کریمی، من ده هم از اون روزی که آزاد شدم قصد خروج از کشور رو اصلا نداشتم. بله. اصلا من اینجوری قصد رو نداشتم. دقیقاً کی آزاد شدید و کی تبرئه شدید؟ تاریخش رو اگر بفرمایید. من دقیقاً یادم نیست، اما من فکر کنم اردیبهشت 97 اردیبهشت 16 رمضان 97 نیست. بله. حالا فکر کنم که سال توی اردیبهشت بیفته، تو ماه اردیبهشت من از زندان آزاد شدم و 25 روز بعدش فکر کنم توی همین حال هوش من یک دادگاه آخری داشتم و در دادگاه آخری هم همینه که من تبرئه شدم. بله. و این مدتی من تقریبا نزدیک به یک دو ماهی فکر کنم باشه که من بیرون بودم.
و در این مدت من نامه آزادی اتومبیل خودم که اتومبیلش امانتی بود، از برادر من بود، از داداش من بود، بله که من اتومبیل مثلا نامه آزادی شو من از دادگستری که از دادگستری زاهدان من که گرفتم و به دادگستری سراوان بردم و ایشون هم گفتم شما به اداره اطلاعات تحویل بدید. بله من وقتی به اداره اطلاعات مراجعه کردم، نامه آزادی اتومبیلمو که دادم، منو خواستن گفتم شما کی آزاد شدید، چه کسی شما رو آزاد کرده؟ و به هر حال یک مقدار همینجور تون با من صحبت کردن و گفتن که ما به شما خبر میدیم. تا اینکه من رفتم دیدم هیچ خبری نشد. بعد از 10-12 روز دوباره من که به اداره اطلاعات سراوان من که رفتم، اینا منو خواستن داخل، خیلی هم با رفتار غیر انسانی، خیلی هم با رعب و وحشت، با تهدیدها که شما متهم بودید، شما محکوم بودید، اما من نمیدونم کدوم مقام قضایی شما رو آزاد کرده و اینو هم بدونید ما هیچ توجهی به نامه تبرئه و نامه آزادی مسئولین استانی نمی کنیم و ما باید تحقیقات خودمون رو انجام بدیم و شما حق رفتن از شهر خودتون رو به بیرون ندارید، باید در دسترس باشید. و تلفن منو هم که گرفتن و دو سه باری هم که تماس گرفتن با من، خیلی همونجوری به شکل تهدید آمیز با من رفتار کردن. من دیگه مونده بودم که خدای من 5 سال در زندان بلا تکلیف بودم، تبرئه شدم، آزاد شدم، این همه شکنجه، این همه بدبختی، این همه مصیبت از زندگیم عقب افتادم. به هر حال اینم از اونجا، بعد که در سراوات ترور شدم، بعد 2 سال در یک سال و 7 ماه در زندان بودم، این همه مصیبت، بازم مجدداً اداره اطلاعات همون روند سابق خودش داره. من هیچ قصد خارج شدن از کشور رو نداشتم، اینا به اجبار من از ترس بر حال جان خودم مجبور شدم که از کشور بزنم بیرون. خب الان وضعیت شما، وضعیت فعلی شما خوبه؟ یعنی تهدیدی چیزی نشدید در این مدت که در خارج از کشور به سر میبرید به خانواده؟ آیا اطلاعات تهدیدی چیزی نکرده که بگید آیا ملا زهی برگرده به ایران یا از این قبیل حرفا؟ نه والا دیگه من از روزی که اومدم بیرون کلن رابطه ما با تقریبا یک دو باری با خانواده شخصی خودم رابطه کردم و جریان رو بهشون گفتم که من از نجات جان خودم اینجا اومدم و ترس ترور مجدد وزارت اطلاعات مثلا من تهدید شده بودم، من از این بابت از کشور خارج شدم و حرف و اقدام خاصی دیگری فعلا نشده. بله بسیار عالی. خب خیلی ممنون و متشکر از شما آقای امدادین ملازهی، زندانی سابق بلوچ. اگر حرف پایانی و پیامی رو دارید برای سردمداران جمهوری اسلامی ایران، دوست دارم در خدمت شما باشیم و از این تریبون استفاده کنید. سلامت باشید جناب کریمی. حرف خاصی نیست جز این که برای این اعمالی رو که جمهوری اسلامی داره انجام میده ما قبلا شنیده بودیم. مثلا از طرف اداره اطلاعات ما همیشه گاهن این جریان‌های ترور و جریان‌های مثل این جور ما شنیده بودیم، اما ذهن ما مشغول بود چطور هست نیست، اینا بر حق هست چطور هست نیست. اما در این پرونده من در سه نوبتی که این اتفاق برای من شهر دادم برای من که افتاد، بله. این برای من یقین شد که به هر حال این پرونده سازی هایی که از طرف وزارت اطلاعات صورت میگیره، اینا به هر حال روی افرادی هست که واقعا بیگناه هستن، اکثریتشون، بیشترشون مثل من و امثال من، اینا کلا مظلوم هستن و در وزارت اطلاعات زاهدان در بازداشتگاهش که با چه شکلی، من خیلی خلاصه گفتم، یعنی من اگر 13 ماه تمام بشینم توضیح بدم اون شرایطو شاید کم باشه، شاید برای 13 سال هم کم باشه. درست. آقای ملازهی، یک بنان سوال پایانی و بحث پایانیمون، خانواده آقای یعقوب جهانی آیا پیگیر ترور فرزندشون نشدن؟ آیا هیچ اقدامی نکردن، شکایتی بر حال رسانه‌ای کردنی به جایی نرسید کارشون؟ اینا اوایلی که ما دستگیر شده بودیم
وزارت اطلاعات و دادگستری سلامان سعی بر این داشت که بخواد یک صحنه سازی رو بین یک صحنه سازی رو انجام بده بله که ما رو جان هم بندازه، مثل مکرو حیله هایی که همیشه داره مثلا عمل میکنه بله انجام میده. اما به حال هویت وزارت اطلاعات مشخص هست و پیگیری هایی که از طرف خانواده شده به هیچ نتیجه متاسفانه نرسید. نرسیده. بسیار متشکرم آقای ملازهی عزیز که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید و مطالب بسیار ارزنده ای رو فرمودید. این بینندگان عزیز واقعا واقعیت سیستم قضایی و وزارت اطلاعات همینه و شاید بسیار خطرناکتر و بیشتر از این مطالبی هم باشه که آقای ملازهی فرمودن. اگر باز هم میگم کسانی که حتی یک بار راهشون به اونجا خورده میدونن و متوجه هستن که من چی میگم. وزارت اطلاعات به غیر از ارعاب و ترساندن و ترور کار دیگه ای متاسفانه برای جامعه ما نکرده و اون هم به خاطر استبداد و ظلمی هست که خودشون در جامعه رواج دادن. اگر حکومت یک حکومت عادل گستر عدل گستر نباید هیچگاه میترسیدن، نباید هیچگاه دست به خشونت میزدن، اما خب خودشون میدونن که ماهیت حکومت خودشون چی هست و چقدر مرتکب جرم و جنایت شدن. به همین خاطره که هر از چند گاهی با پرونده سازی و ترور و اعدام بر حال میخوان جامعه رو دچار یک ترس و وحشتی بکنن. ممنون و متشکر باسم از آقای ملازهی عزیز که تونستیم در خدمتشون باشیم. وقت برنامه کامل به اتمام رسیده. شب و روز خوش. خود نگهدارتان.